سرخط خبرها. روال خلوت کردن فروشگاه ها، خیابان ها، جاده ها، اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن که این کار هم ضروری است. افزایش شیب شمار جانباختگان کرونا در ایران، ورود ستاد کل نیروهای مسلح برای جلوگیری از گسترش بیشتر کرونا در کشور. اولین موارد کرونا در آسیای میانه، ابتلای دو نفر که از آلمان به قزاقستان وارد شدند تایید شد. حمله آمریکا به تأسیسات نظامی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق، دولت عراق سفیران آمریکا و بریتانیا را احضار کرد. و روشی تازه برای پاک کردن لکه‌های نفتی از آب‌های آزاد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته روند خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها در 24 ساعت آینده سازماندهی خواهد شد. همزمان وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 85 نفر از مبتلایان به کووید 19 جان خود را از دست دادند و شمار کل جانباختگان به 514 نفر رسیده. در بعضی شهرهای ایران بازارها و اماکن مذهبی تعطیل شدند و معاون وزیر بهداشت گفته اگر مردم همکاری نکنند کرونا تا پایان خرداد در ایران باقی خواهد ماند. همزمان در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مدارس، رستوران‌ها و تجمعات لغو شدند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. جلسه قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح ایران برای مقابله با ویروس کرونا. تصمیم برای آنچه رصد ملی خوانده شده. کمیته انتظامی امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران محترم روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها، جاده‌ها، اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن که این کار هم ظرف 24 ساعت آینده انشالله سازماندهی خواهد شد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت تا کنون 11364 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. 514 نفر جان خود را از دست دادند و 3529 نفر بهبود پیدا کردند. اما بعضی نمایندگان مجلس و مقام‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گویند آمار بسیار بیشتر از این است. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس تقصیر را به گردن هواپیمایی ماهان انداخته. متهمان ردیف اول کسانی هستند که عامل ورود ویروس کرونا به کشور بودند. قطعاً سازمان هواپیمایی که مانع انجام پرواز به چین نشد در کنار ایرلاین ماهان از متهمان ردیف اول است. پروازهای ایران به چین در حالی تداوم پیدا کرد که سایر کشورها پروازهای خود را به این کشور متوقف کرده بودند. همزمان ایران کمک آمریکا به این کشور را رد کرده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به صحبت‌های دونالد ترامپ گفته ایران نیازی به پزشک آمریکایی ندارد و بهترین و کارآمدترین کادر درمانی جهان را دارد. رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفته بود که آمریکا بهترین پزشکان را دارد و به ایران که اوضاع در آن بحرانی است پیشنهاد کمک داده. ویروس کرونا چهره شهر تهران را تغییر داده. حالا خیابان‌ها و متروها خلوت‌تر از همیشه هستند. در شیراز ویروس کرونا حرم شاهچراغ را تا اطلاع بعدی تعطیل کرده. تولیت این حرم گفته بنا به درخواست وزارت بهداشت این اقدام را انجام داده. بازار زنجان هم تعطیل شده. فقط فروشگاه‌هایی که مواد غذایی می‌فروشند باز خواهند بود. مترو اصفهان از شنبه تعطیل است برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. امروز جمعه 23 اسفند تو اوج کرونا هستیم. این تصویر از مشهد به دست بی بی سی فارسی رسیده. شهردار مشهد گفته آمار ابتلا به کرونا در این شهر در حال افزایش است. در رشت همچنان وضعیت بحرانی است. این تصاویر از مقابل داروخانه‌ای در این شهر گرفته شده و اینها مردمی هستند که برای تهیه داروهای کاهش دهنده عوارض کرونا در مقابل داروخانه صف کشیدند. ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت که خود به کرونا مبتلا شده بود حالا بعد از بهبود به رشت سفر کرده. دو اقدام مهم ما باید انجام بدیم کماکان، یکی جداسازی بیماران، چه بیمارانی که علائم شدید دارن چه علائم متوسط و خفیف از مردم عادی، و اقدام دوم به حداقل رسوندن
تماس هاست. در خارج از ایران هم کرونا همچنان قربانی میگیرد. ایتالیا همچنان در وضعیت بحرانی است. آمار کشته شدگان در این کشور از 1000 نفر گذشته. فرانسه مهد کودک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کرده. پارک‌های دیزنی‌لند در پاریس و فلوریدا از روز شنبه تا اواخر ماه جاری میلادی تعطیل خواهند بود. بلژیک، کشوری که تاکنون 3 نفر بر اثر کرونا در آن جان باختند، مدارس، کافه‌ها و رستوران‌ها را تعطیل کرده. جمهوری چک هم تدابیر سختی در نظر گرفته. در آنجا شرایط اضطراری اعلام شده، مدارس، دانشگاه‌ها و بیشتر رستوران‌ها تعطیل شده و دولت این کشور اعلام کرده که از 3 روز دیگر هیچ تبعه چک قادر به خروج از کشور نخواهد بود. تخمین زده شده 50 میلیون شغل در صنعت توریسم در دنیا از کرونا ضرر ببینند. فرین آسمی، بی بی سی. در خبرهای امروز گزارش شد که حرم شاه چراغ در شیراز به دلیل کرونا بسته شده. در مشهد، مرکز استان خراسان رضوی که حرم امام رضا در آن قرار دارد، چنین تصمیمی گرفته نشده. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز گفت 110 مورد جدید ابتلا به کرونا در استان خراسان رضوی در 24 ساعت گذشته گزارش شده. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد، با ما سا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای جوادی حصار، صحبت‌های شد امروز درباره مشهد و اینکه ممکنه که شرایط اونجا بدتر بشه. آیا نشانه‌هایی وجود داره از اینکه ممکنه وضعیت به گونه‌ای بشه که همین محدودیت‌هایی که در شیراز اعمال شده در مشهد هم اعمال بشه؟ به نام خدا. بله، متاسفانه شرایط در مشهد خوب نیست. مسئولین بهداشتی استان، اونطوری که من اطلاع دارم باشون صحبت کردم، میگن ما از قبل هم اعلام کردیم که مشهد نسبت به مثلا قم یا تهران یا حتی شمال عقبه و نقطه پیک احتمالاً تو هفته آینده در مشهد خواهد بود و به همین دلیل ما تا هفته آینده هم احتمالاً سیر سعودی مبتلایان رو خواهیم داشت و تمهیدات لازم در مشهد اندیشیده شده. استانداری و نیروهای نظامی و انتظامی به دنبال این فرمان رهبری دارن ورود میکنن و همطور که سردار باقری هم اشاره کردن، در مشهد هم من اطلاع پیدا کردم که از فردا قرارگاه‌هایی در سطح استان و در شهر مشهد مسئول پیگیری و تعامل با سازمان‌های بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهند بود. به تعبیری که اطلاعی که من دارم در حد 9 قرارگاه بهداشتی رو، یکی قرارگاه دانشگاهی و قرارگاه‌های دیگه از جمله بیمارستان صحرایی سپاه، اینها در اختیار سازمان بهداشت و دانشگاه پزشکی قرار خواهند گرفت و آمار هم متاسفانه در مشهد همطور که شما هم اشاره کردید رو به افزایش هست، ولی این پیشبینی بوده که مسئولین داشتن، یعنی توی تمام اطلاعیه هایی که میدادن، پیشبینی هایی که میکردن، حتی انذارها و تحذیرهایی که میکردن پیشبینی میکردن که مشهد طی 2 هفته آینده سیر سعودی خواهد داشت و اگر مردم به کمک نیان و مسئولین کمک نکنند، دانشگاه ها که خب تعطیل، مدارس تعطیل، ولی آمده شدهای خیابانی اگر کاهش پیدا نکنه متاسفانه این چرخه قطع نخواهد شد. شرایط شما نسبت به سالهای گذشته اگر مقایسه کنید، چقدر از نظر گردشگرانی که میان یا خود مردم چقدر خودشون رعایت میکنن؟ آیا کمتر شده جمعیت در مشهد؟ قطعاً کمتر شده، بله خیلی کمتره، به نحوی که اصلا قابل مقایسه نیست به اون نحوی که سالهای قبل بوده. سالهای قبل این روزها دیگه مشهد غلغله جمعیت بود، یعنی مهمان پذیرها، هتل‌ها و اماکن زیارتی و سیاحتی کاملاً مشهود بود حضور مسافران نوروزی و مدارس در اختیار مسافران بود. امسال تمام ستادهای پذیرای میهمانان نوروزی تعطیل شدند و هیچ استقبالی نخواهد بود، کما اینکه از فردا هم که شرایط جدید اعمال خواهد شد به طور یقین حتی از بسیار آمده شدها و با توجه به پروتکل هایی که اعلام خواهند کرد پیشگیری خواهد شد. یعنی اگر این چرخه رو قطع نکنن
مشهد وضعیت بحرانی خواهد داشت. مسئولین مشهد اعلام کردن، شهردار مشهد دو هفته قبل اعلام کرد که وضعیت مشهد قرمزه. خود شهردار مشهد و مقامات دادستانی بعضیاشون، دادستان مشهد، خودشون مبتلا شدن به این ویروس. در این صورت فکر نمی کنید که همین الان هم باید مثلا حرم بسته می شد؟ اگر که خیلی کوتاه جواب بدیم. مشهد چرا باید حرم بسته می شد؟ ولی الان هم به نحویست که کاملا تحت مراقبت و خیلی خیلی کنترل شده، کسی بخواد بره زیارت میره و میاد و اصلا نمیتونه اونجوری، ازدحام در حرم نیست مثل گذشته. خیلی ممنونم ازتون محمد صادق جوادی، حساب روزنامه‌نگار از مشهد با ما. پای کرونا به آسیای میانه هم باز شده. قزاقستان از دو مورد ابتلای شهروندان این کشور به ویروس کرونا خبر داده. این دو نفر اخیراً از آلمان به قزاقستان برگشتند. به این ترتیب قزاقستان اولین کشور آسیای میانه است که در آن موارد ابتلا به ویروس کرونا مشاهده شده. خبرنگار ما سهراب ضیا از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان این خبر رو دنبال کرده. چی بیشتر می‌دونیم از این خبر سهراب؟ بارون، به نوشته خبرگزاری های قزاقستان، این دو نفری که به ویروسی کرونا مبتلا شدند یک زن و یک مرد هستند و آنها در طول این هفته، یعنی روزهای نهم و دوازدهم مارس، از آلمان به قزاقستان برگشتند. وزارت بهداشت قزاقستان گفته که آنها حالا در یکی از بیمارستان های بیماری های عفونی شهر آلماتی تحت معاینه و نظارت پزشکان قرار دارند. همینطور مقامات قزاق گفتند که همه افرادی را که با این دو نفر در تماس بودند، از جمله مسافران پروازهایی را که این دو نفر با آن به قزاقستان برگشتند، هویت آنها را آشکار مشخص کردند و تعدادشان 85 نفر است و 12 نفری آنها حالا در قرنطینه هستند. و دنبال تایید شدن این دو مورد، مقامات قزاقستان تدابیر جدیدی را روی دست گرفتند. از جمله سفر مقامات رسمی به خارج ممنوع شده، تجمعات و گردی همایی هم همینطور ممنوع شده و مقامات میگویند که رژه نظامی که به افتخار 75مین سالگرد پیروزی اتحاد شوروی با آلمانی نازی بود، اونم ظاهرا لغو شده و از روز دوشنبه آینده تمام مدارس قزاقستان تعطیل میشن. قزاقستان با چین حدود 1800 کیلومتر مرز دارد و اولین کشور آسیای میانه است که شهروندانش به این ویروس مبتلا میشوند. خیلی ممنونم ازت سهراب ضیا از تاجیکستان. اما یکی از نگرانی‌هایی که این روزها خیلی از ماها داریم اینه که ویروس کرونا روی وسایلی که ما مرتب ازشون استفاده می‌کنیم باقی بمونه و باعث آلودگی ما بشه، از جمله گوشی‌های تلفن همراه. اما دکتر لنا سیری که از دانشگاه کالج لندن در یک ویدیوی آموزشی به ما یاد میده که چطور با آب و صابون معمولی تلفن‌هامون رو تا جایی که ممکنه تمیز کنیم. شستن دست ها مهمه، اما اگه نگران ذرات آلوده تلفن همراهتون هستین، میتونین با آب و صابون تمیزش کنین. سلام، من دکتر لینا سیریک هستم، میکروبیولوژیست دانشگاه کالج لندن. میخوام نشون بدم چطور موبایلتون رو تمیز کنین. تلفن رو خاموش کنید و قابش رو در بیارید. تولید کنندگان تلفن همراه میگن باید اون رو از مواد شیمیایی، ژل و دستمال های ضد عفونی کننده دور نگه دارید، چون لایه محافظ صفحه نمایش رو خراب میکنه. به یه پارچه خیلی نرم آب و صابون معمولی اضافه کنید و سطح موبایل رو خیلی آروم باهاش تمیز کنید. مراقب باشید که رطوبت به محفظه های اون نفوذ نکنه، چون حتی وسایل ضد آب هم کم کم در برابر رطوبت آسیب پذیر میشن. در نهایت موبایلتون رو با پارچه نرم تمیزی خشک کنید. برای پاک کردن گوشی تلفن همراه از باکتری و ویروس، آب و صابون معمولی هم خیلی موثره. اینو میتونیم با این دستگاه و این لوله آزمایش کنیم. این دستگاه میزان فعالیت باکتری ها رو روی گوشی موبایل نشون میده با واحدی به نام RLU. هرچه RLU بیشتر باشه، یعنی تلفنتون آلوده تره. ما همه این موبایل ها و قاب هاشون رو قبل و بعد از تمیز کردن با آب و صابون بررسی کردیم که نشون میده به صورت قابل ملاحظه ای تمیزتر شدن. از نظر بهداشتی میخوایم که میزان آلودگیشون زیر 50 باشه، درست مثل این گوشی های همراه بعد از شسته شدن. اگر آیفون دارین، شرکت اپل میگه از دستمال مرطوب با الکل 70% استفاده کنین. این دستمال ها رو میشه از کامپیوتر فروشی ها یا آنلاین خرید. البته دستگاه هایی هم هست که با امواج ماورای بنفش موبایل رو استریل میکنه.
این روش ضرری برای گوشیتون نداره، اما ممکنه در دراز مدت رنگ قاب اون رو از بین ببره. فراموش نکنید با همه این کارها وقتی تلفن همراهتون رو در دست میگیرید دوباره آلوده میشه، پس دست هاتون رو مرتب بشویید. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. در تازه ترین اقدام ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید به همراه وزارت کشور به دنبال سازماندهی خلوت کردن خیابان ها، جاده ها و فروشگاه هاست. پای کرونا به آسیای میانه هم باز شد. قزاقستان از 2 مورد ابتلای شهروندان این کشور به ویروس کرونا خبر داده. در ادامه برنامه، لیگ برتر فوتبال انگلیس و لیگ‌های آلمان و فرانسه هم تعلیق شدند. وزیر خارجه آمریکا به سخنان دیروز رهبر ایران که احتمال حمله بیولوژیکی به این کشور را مطرح کرده بود جواب داده. مایک پومپو گفته که آقای خامنه‌ای می‌داند که بهترین دفاع بیولوژیک در برابر کرونا این می بود که حقیقت را به مردم بگوید و پروازها از چین را متوقف کند. ویروس کرونا باعث شده جدال لفظی بین مقام‌های ایران و آمریکا بالا بگیرد. خبرنگار ما بهمن کلباسی از نیویورک با ماست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. بهمن، بیشتر بهمون بگو از حرف‌های آقای پومپو. آقای پومپو در شبکه اجتماعی توییتر به نامه‌ای که آقای خامنه‌ای نوشته پاسخ داده و بخشی از خود صحبت‌های آقای خامنه‌ای، حرفایی که نوشته شده در اون نامه رو هم در شبکه اجتماعی توییتر باز برداشته، عکسش رو گذاشته و در بالاش پاسخ داده که شما اگر که نگران حمله بیولوژیک بودید، باید بهترین دفاع بیولوژیک این می بود که جلوی پروازهای مکرر از چین به وسیله ماهان ایر به ایران رو بگیرید و بعد هم حقیقت رو به مردم بگید در مورد پخش این ویروس کرونا، که البته آقای پومپئو اصرار داره اسمشو بذاره ویروس ووهان، و همچنین اینکه کسانی که اعتراض کردن به سیاست ایران و مقام‌های ایران در برابر پخش ویروس رو به زندان نیندازین که انداختید. دفعه اول نیست که آقای پومپئو وارد مسائل سیاسی ایران میشه و پاسخ میده به رهبران ایران. همین چند هفته پیش هم چند روز پیش هم نامه نوشت و گفت که در ابراز نگرانی از وضعیت زندانیانی که آمریکایی هستند و در ایران حبس هستند که ممکن است به کرونا مبتلا بشن در زندانها، گفته بود که باید هر کمک بین‌المللی به ایران منوط به آزادی این زندانیان بشه. دیروز یک مقام نظامی هم در واکنش به برخوردهای که در عراق رخ داده بود گفته که کرونا باعث شده رفتار ایران تندتر بشه در منطقه. در مجموع مسئله کرونا یه مقداری همطور که در مقدمه آمد برخوردهای لفظی رو شدت داده بین مقام‌های ایران و آمریکا، و البته می‌دونیم بین دو طرف این سوال و پیشنهاد کمک هم مطرح بوده که مقام‌های آمریکایی یک حرفایی رو زدن، مقام‌های ایرانی گفتن نمی‌پذیریم، هیچ کنومش عملی نشده، و حالا البته یه سوال دیگر هم مطرحه که چقدر مقام‌های آمریکایی قصد دارن نقش بازی کنن در تصمیم‌گیری صندوق بین‌المللی پول در برابر درخواست ایران برای 5 میلیارد دلار وام فوری برای کمک به مبارزه با کرونا. البته اونها مستقیما رأی نمیتونن بدن، ولی به هر حال آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و همچنین بانک جهانی هر دو نهادهای بین‌المللی هستن که آمریکا درشون نقش داره و نظرشون تأثیر داره در تصمیم گیری ها. متشکرم ازت بهمن کلباسی از نیویورک با ما. مقام‌های ورزشی هند از به تعویق افتادن لیگ برتر کریکت این کشور خبر دادند. لیگ کریکت هند که پرسودترین لیگ این ورزش در جهان است، قرار بود اواخر این ماه برگزار شود، اما دولت از برگزار نشدن آن به منظور پیشگیری از گسترش کرونا در این کشور خبر داده. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در هند به بیش از 73 نفر رسیده. امروز اولین مورد مرگ بر اثر ابتلا به این بیماری در هند گزارش شد.
تاجران افغان برای جلوگیری از کمبود دارو و مواد اولیه در صورت برقراری حالت اضطراری به دلیل شیوع ویروس کرونا اعلام آمادگی کردند. اتاق تجارت افغانستان گفته تاجران حاضرند صدها کامیون کالا وارد این کشور کنند. این نهاد به دولت پیشنهاد کرده که کالاهای وارداتی در دو سوی مرزهای این کشور ضد عفونی شوند. در همین حال وزارت بهداشت افغانستان گفته نخستین فرد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور بهبود یافته و در هفته پیش رو از بیمارستان مرخص خواهد شد. ساعتی پیش و به دنبال نشست اضطراری سازمان لیگ برتر انگلیس و فدراسیون فوتبال این کشور، کلیه لیگ‌های فوتبال از جمله لیگ برتر که پرتماشاگرترین لیگ فوتبال دنیاست به مدت 3 هفته تعطیل شدند. در همین حال مسابقه‌های این هفته لیگ‌های فوتبال آلمان و فرانسه هم که قبلا قرار بود بدون حضور تماشاگر برگزار شود لغو شدند. پوریا ژافره از روزی بی سابقه در جهان فوتبال و ورزش گزارش می‌دهد. قابل پیش بینی بود، اما همچنان شنیدنش برای عاشق فوتبال دردناک است. ویروس کرونا کار خودش را کرد. لیگ برتر فوتبال انگلیس تعطیل شد، حداقل برای 3 هفته. بعد از 3 هفته شرایط برای از سرگیری بازی‌ها بررسی می‌شود. لیگی که مدل سازماندهی‌اش نمونه‌ای برای تمام لیگ‌های ورزشی حرفه‌ای در جهان بود، حالا برای اولین بار بعد از 75 سال و پایان جنگ جهانی دوم متوقف می‌شود. این بار برای نگرانی از شیوع بیشتر این ویروس خطرناک. فوتبالی که روی شور و شوق تماشاگرانش پایه‌گذاری شده، حالا نمی‌خواهد سلامت عاشقان و بازیکنان را به خطر بیاندازد. عمق فاجعه وقتی مشخص شد که تست کرونای میکل آرتتا، مربی اسپانیایی آرسنال، یکی از پرطرفدارترین باشگاه‌های انگلیس، مثبت از آب درآمد و بعد خبر مبتلا شدن مهاجم تیم چلسی. شاید خبردار شدین که 2 روزی فهمیدم کرونا گرفتم. برای همین تصمیم گرفتم طبق راهنمایی‌های پزشکی خودم رو دور از همه برای 1 هفته قرنطینه کنم. به امید دیدار به زودی. در چنین وضعیتی فوتبال و نتایجش اهمیت همیشگی را ندارند. مسئله سلامته که مهمتر از فوتباله. این در مورد بازیکناست، خانواده هاشون و بچه هاشون. وقتی همچین تهدیدی برای سلامت اونها و بقیه وجود داره، ما بر اون اساس عمل میکنیم. از فوتبال که بگذاریم، بزرگترین بازنده به هم خوردن تقویم ورزشی جهان بدون شک یک کشور خواهد بود. ژاپن، میزبان المپیک و پارالمپیک 2020. در فاصله 5 ماه تا شروع المپیک، برنامه مسابقات ورزشی جهان از جمله تورنمنت‌های گزینشی المپیک جوری دستخوش تغییر شدند که به نظر می‌آید ورزشکاران سر موقع برای شرکت حاضر نخواهند بود. کمیته برگزارکننده المپیک و پارالمپیک توکیو روی حساب توییترش تهدید ویروس را جدی حساب نمی‌کند و عروسک‌های نشان بازی‌ها خوشحال و خندان مشغول رقص و شادی هستند. ژاپنی‌ها قبلا 1 بار از لغو شدن بازی‌ها گزیده شدند. وقتی قرار بود در سال 1940 میزبان المپیک باشند که با شروع جنگ جهانی دوم که البته خودشان هم در آن نقش داشتند، بازی‌ها لغو شد. ما خبردار شدیم که پرزیدنت ترامپ پیشنهاد کرده بازی‌های المپیک 1 سال عقب بیفتد. ولی نه کمیته جهانی المپیک و نه کمیته برگزارکننده نه به عقب انداختن فکر می‌کنند و نه به لغو کردن بازی‌ها. اتفاقا ما داریم نهایت تلاش خود رو میکنیم تا بازی ها رو در یک محیط امن و سالم برگزار کنیم. فرمول 1، معتبرترین مسابقه های ماشین سواری جهان، هم فصل جدید را 2 ماه عقب انداخته و تا اردیبهشت خبری از جایزه بزرگ جدید نخواهد بود، نه در استرالیا، نه در چین و نه در بحرین. ورزش جهان دوران غریبی را طی می‌کند، به خصوص برای آنهایی که فاصله کمی با کسب افتخار دارند. فعلا استادیوم‌ها خالی شده و برنامه‌ها متوقف تا موقعی که بشر در آن مسابقه حیاتی گلی که از ویروس کرونا خورده را جبران کند. پوریا ژافره، بی بی سی. عراق در اعتراض به حملات هوایی آمریکا علیه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این کشور، سفرای آمریکا و بریتانیا را احضار کرده. آمریکا گفته حملات بامداد امروز واکنشی بوده به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و بریتانیایی در حمله 2 شب پیش به یک پایگاه نیروهای ائتلاف ضد داعش در عراق. یک سخنگوی ارتش عراق از کشته شدن 3 نظامی این کشور در این حملات خبر داده و آن را نقض حاکمیت ملی عراق خوانده. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.
پرواز جنگنده های آمریکایی در آسمان عراق اولین ساعت بامداد جمعه و سپس این صحنه ها. بمباران هوایی مناطقی که آمریکا میگوید مواضع کتائب حزب الله از گروه های مورد حمایت ایران در عراق بوده. جنگنده های آمریکا مواضعی را در چهار استان صلاح الدین، بابل، بصره و کربلا هدف قرار دادند. در کربلا یک فرودگاه در دست ساخت هم در میان اهداف بمباران شده است. یک غیر نظامی در حمله به این فرودگاه کشته شده. عراق که میگوید این عملیات بدون اطلاعش انجام شده آن را محکوم کرده. به گفته ارتش عراق 3 نظامی عراقی و 2 پلیس هم در میان کشته های این عملیات هستند. عملیات آمریکا آنطور که وزارت دفاع این کشور رسما اعلام کرده تلافی جویانه بوده. حرکتی به تلافی حمله موشکی پریشب شبه نظامیان عراقی به یک پایگاه نظامی ائتلاف ضد داعش در عراق، حمله‌ای که جان 2 نظامی آمریکایی و 1 بریتانیایی را گرفت. آمریکا میگوید این گروه‌های مورد حمایت ایران بودند که 18 موشک کاتیوشا به سمت پایگاه تاجی شلیک کردند و ساعتی بعد از حمله وزیر دفاع آمریکا خبر داد که دونالد ترامپ فرمان تلافی را صادر کرده. حالا عملیات تلافی جویانه آمریکا ظاهراً تمام شده. عملیاتی که میگوید در آن انبارهای تسلیحاتی گروه‌هایی را که به ائتلاف حمله می‌کنند هدف قرار داده. از جمله پایگاهی که حمله 2 شب پیش به تاجی را تدارک دیده بود. اقدامی که برخی میگویند شاید در راستای سیاست واکنش متناسب دونالد ترامپ در رابطه با ایران در چند ماه گذشته باشد تا تنش دو جانبه از حدی که هست بالاتر نرود. شبنم شعبانی، BBC. ممنون که با BBC فارسی همراه هستید.